سلام دوشنبه 6 آبان 92 28 اکتبر 2013 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه دیروز در مجلس آقای رضا فرجیدانا برای وزارت علوم و علی از فانی برای وزارت آموزش پرورش رأی آوردند ولی آقای صالحی امیری برای وزارت ورزش و جوانان رأی نیاورد نکته ای که تیره خلاص به سینه آقای صالحی امیری بود صحبت های الیاس نادران نماینده تهران بود که قبلا هم مطرح کرده بود و تهدید کرده بود که پرونده های آقای صالحی امیری رو رو میکنه صحبت های آقای نادران بسیار تند بود آقای صالحی امیری به کاندیدای معرفی شده از طرف آقای روحانی رو به قاچاق و فساد مالی متهم کرد به رشوه 300 میلیون تومانی متهم کرد در پرونده بیمه ایران در دوره تصدیش در اداره کل اطلاعات خوزستان متهم کرد به اینکه در انفجار دکل گروه های چپ رو متهم کرده بی دلیل و به اونها نسبت داده دستگیر کرده شکنجه کردن یک نفر به دلیل فشارها خودکشی کرده و خلاصه کارنامه بسیار سیاهی از عملکرد آقای صالحی امیری در دوره ای که در وزارت اطلاعات بوده از هر حیث البته آقای امیری در صحبتهاش گفت بعضی چیزها رو نمیگم اسرار نظامه ولی پاره حرفا مثل دخالتش در پرونده بیمه ایران و رشد گرفتن رو بالکل تکذیب کرد اما در نهایت نمایندگان مجلس رأی ندادند جالبه که ایشون در کمیسیون از قراری که آقای نادران میگه در پاسخ این که گفته بودن تو توی ستاد آقای مهندس موسوی بودی گفته که من در اونجا جاسوسی در واقع میکردم خبرهای اونجا رو برای اطلاعات می آوردم که اگر این حرف رو واقعا زده باشه اون وقت باید به آقای روحانی سرزنش کرد که امثال این آدم ها رو از کجا میاره و برای وزارت تو کابینش معرفی میکنه و یا سایر اعمالی که آقای صالحی امیری مطرح که انجام داده مطالبی که آقای نادران گفته مثل اون شکنجه و غیره آقای روحانی چرا باید چنین همکارانی رو بربگزینه؟ بر حال این مسئله تلویزیون جمهوری اسلامی هم مستقیم پخش نکرد و آخرش هم معلوم نشد که خود تلویزیون نکرده دولت خواسته مجلس خواسته اینها تکذیب کردن و گفتن ما نگفتیم تلویزیون هم گفته به درخواست اینها کردیم به هر صورت پخش مستقیمی هم تلویزیون نداشت همزمان با مسئله رأی اعتماد که حالا دولت آقای روحانی رو گذاشت در مشکلی که تا همین چهارشنبه باید یک وزیر ورزش دیگه معرفی بکنه جلوی مجلس 170 کارگر اخراجی فولاد زاگروس تجمع داشتند تظاهرات داشتند و مطالبه اجرای مسببه خود مجلس رو داشتن در مورد فولاد زاگروس که چندی پیش مطرح شده بود و هفت ماه هم هست که حقوق نگرفتن دست کم آقای طیبنیا وزیر اقتصاد دارایی هم عنوان کرده که اگر ما از الان تا آخر سال هیچ کار عمرانی نکنیم طلب هیچ کدام از پیمانکاران رو هم ندیم 28 هزار میلیارد تومن کسر داریم کسر بودجه این در حالیه که قبلا هم باز بودجه رو اصلاح کردن و 60 خورده هزار میلیارد تومن بودجه رو کاهش دادن البته در مورد آقای طیب نیا بعد این رو گفت که ایشون مدتی دائما اخبار رو میگه تورم اینجوریه رکود اینجوریه کسری بودجه اینجوریه ولی توقع میره که ایشون راه حل ارائه بده و برنامه های حساب شده و راه حل های اجرایی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی هم عنوان کرده که 16 ایرلاین از 18 ایرلاین کشور شرکت هوایی کشور در حال ورشکستگیان برنامه دارن که اونها رو با هم ادغام کنن یا یک کنسرسیومی ازشون درست کنن بلکه نجاتشون بدن آقای نوریان گفته که نیمی از ناوگان هوایی کشور زمینگیره و غیر فعاله و مهمترین مشکل هم تحریم قطعات هواپیماست ضمن خبر داده از اینکه تا آخر سال قیمت بلیط قطعا افزایش باید بدن نکته دوم که عنوان شده که رضا اسماعیلی که اعدام شد در سلماس قبل از اعدام مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته جمعی از فعالین دانشجویی خانواده های زندانیان سیاسی جمع زیادی از علاقمندان و فعالان در این یکی دو روز به دیدار خانواده آقای مهندس موسوی رفتند و دلجویی کردند آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی هم مطرح کرد که در مورد دختران آقای موسوی وزارت اطلاعات باید پاسخگو باشه و پلیس کاری نیست جالب بعد از مصاحبه ای که ایرنا با یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات کرد به نوعی اولین بار بود که وزارت اطلاعات رسما پذیرفت که مسئولیت حصر و نگهداری آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به عهده این وزارت خونه است وزارت خونه این که گاهی هم به شدت بدرفتاری کردند نه با خانواده آقای موسوی و کروبی بلکه با خود این عزیزان هم گاهی چند روز غذا به موسوی و رهنورد ندادن و گرسته نگهشون داشتند در حال مریضی به یک دکتر حتی چندین روز آقای موسوی رو نبردن یا آقای کروبی رو انقدر در فضای بسته نگه داشتن که دچار عوارض سوء کمبود ویتامین د و کمبود مشکلات تنفسی و غیره شده به حال بعد از اینکه وزارت اطلاعات این مسئولیت رو پذیرفته به درستی آقای علی متحری مطرح کرده که وزیر اطلاعات رو به مجلس صدا خواهد کرد و از او میپرسند و البته کیهان به شدت با آقای علی متحری امروز حمله کرده و او را همدست فتنه و امثال هم خانده نسیم باغری شهروند بهایی به جرم همکاری با دانشگاه آزاد بهاییان دانشگاه مجازی بهاییان به چهار سال حبس تعذیری نکته سوم اینکه با اعلامیه‌ای که رئیس دادگستری استان, زاه... استان سیستان و بلوچستان داد بعد از اظهارات دادستان زاهدان معلوم شد که از 16 نفری که اعدام شدند 8 نفر وابسته به گروه جند الله آقای عبدالمالک ریگی بودند که هیچ ربطی هم به این جیش العدل که این حمله مرزی رو انجام داده نداشتن هشت نفر هم اساسا قا از قاچاقچی ها بودن بنابراین حکومت کاملا مثل یک گروه مافیایی انگار ننگار که دولت و مسئولیت داره دست به اعدام تلافی جویانه کور زده در قبال یک درگیری مسلحانه ای که پیش آمده اما آقای خامنه ای که عید قدیر هم حرف نزد بعد از اینکه عید قربان هم چیزی نگفت و در قبال این مسائل کشور ساکت ایستاده احتمالا چیزی هم نداره که بگه باعث شده که موج برگزاری مراسم سیزده آبان و ضد امریکا و حمله به دولت تشدید شده چپ و راست نشریات نزدیک به آقای خامنه‌ای جناهای تند نمایندگان مجلس به مذاکرات هسته‌ای به سیاست های دولت دارن حمله میکنه و پیش بینی میشه که سیزده آبان بلوای بزرگی رو راه بندازن علیه دولت و سیاست هایی که داره اون بنر صداقت امریکایی هم که سازمان تبلیغاتی نزدیک به سپاه وابسته به سپاه نصب کرده بود جمعوری شد و به جاش یک بنری گذاشته شده که ما نه ظلم میکنیم نه ظلم میپذیریم اما نکته چهارم اینکه در مسکو دیروز در مرکز مسکو هزاران نفر تظاهرات ضد پوتین به راه انداختن خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده و به گفته یکی از فعالین در آستانه المپیک زمستانی مسکو این تظاهرات به دنیا نشون میده که پوتین چه نوع دیکتاتور و چه جنایتکاری است و ای بسا که پاره از اونها در آمدنشون تجدید نظر بکنند اما نکته آخر اینکه آقای مصلحی وزیر سابق اطلاعات هم به میدان آمدن و ایشون که نابغه دهر بودن در زمان وزارتشون فرمودن که دشمنان ما مانند سگ هستند اگر به طرفشون برویم اونها عقب نشینی می بعد به ایشون گفت که توی این 7 سال گذشته از این به طرف رفتنها کردن و حاصلش این بساتی شده که در این کشور به وجود اومده و سختی و تنگی و تنگ. تحریمی که مملکت رو می فشاره اندکی سر سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایران